به نظر میرسه برای بررسی EMBI 10 لازمه که حتما با یکی از ورژن‌های قبلی خودش iOS یا اندروید خام مقایسه بشه. اما توی این ویدیو من تصمیم گرفتم که EMBI رو خودش رو به تنهایی بررسی کنم. سیستم عاملی که خیلی زیباست اما خیلی هم متفاوت نیست. گوشی نووا 7i که یک بار گلاره کامل بررسیش کرده و نیما هم رفته سراغ دوربینش، من رفتم سراغ رابط کاربری EMBI و خیلی خوب اونو بررسی کردم. تو این چند روزی که داشتم با این رابط کاربری کار میکردم، چیزی که خیلی توجه منو جلب کرد اینه که واقعا چیزی توجهمو جلب نمیکرد. نه چیزی بود که بگم وای عجب دیزاینی، عجب چیز خفنی، و از طرفی هم چیزی هم اذیتم نمیکرد. و این من فکر میکنم که یکی از نقاط مثبت این UI باشه. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی که توجهتون رو چیزی جلب نکنه، یعنی که چیزی هم آزارتون نداده. وقتی یه چیزی توجهتون زیادی جلب بکنه به خودش، این یعنی که یه چیزی شما رو داره اذیت میکنه. و این در صورتیه که من کاربرایی میبینم که از اندروید 9 نتونسته بودن با EMUI 10 ارتباط برقرار کنن. وقتی یه چیزی خیلی زیاد تغییر کرده باشه و با اون کاری که شما به صورت روزمره انجام میدید تفاوت داشته باشه، قطعا شما رو اذیت میکنه. شاید یکی از دلایلی که من خیلی اذیت نشدم اینه که من با iOS 13 کار میکنم و تمامی جسچرها و حرکتهایی که من روی این موبایل داشتم انجام میدادم، روی این UI داشتم انجام میدادم، دقیقا مشابه iOS 13 بود. قبل از اینکه برم سراغ بقیه برنامه، ازتون میخوام که ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگ بغلش هم بزنید تا اگه ما ویدیو جدیدی گذاشتیم به شما خبر داده بشه. به ذات کلی من هر دفعه از سمت iOS رفتم سمت اندروید، یه جورایی خیلی اشکم در اومده، به خاطر اینکه خیلی تفاوت احساس میکردم، چه در مورد نویگیشن ها، چه در مورد جستشر ها و همه اون چیزی که یک رابط کاربری رو به صورت کلی تشکیل میده. اما تفاوتی که احساس کردم اینه که من وقتی به این UI نگاه میکنم، اونقدری تفاوتی به لحاظ ظاهرش با اندروید نمیبینم، ولی اون احساس نزدیکی حرکت کردن رو هم توی iOS همزمان باهاش دارم. بر همین هم فکر میکنم برای کسایی که از سایر نسخه های اندروید اومدن روی EMUI 10، خیلی با جستچرا و نویگیشن ها ارتباط برقرار نکنن. اگه بریم سراغ دسکتاپ این گوشی، اول از همه باتم نویگیشنش توجه ما رو جلب میکنه که برای منی که از iOS اومدم خیلی چیز راحت و آسونیه و خیلی هم باهاش کیف میکنم. اما در مورد بقیه طراحی هایی که توی این UI وجود داره، میتونم بگم مثل بقیه نسخه ها خیلی زیاد سعی شده که همه چیز به سمت پایین بیاد، یعنی تا جایی که تونستن لانچر رو به سمت پایین آوردن و این باعث میشه که شما در حالی که نمیتونید دستتون رو به بالای صفحه نمایش برسونید اذیت هم نشید. اما هواوی اسم استایل جدید این UI رو گذاشته مگزین استایل یا همون استایل مجله ای. اما چرا این کارو کرده؟ یک تفاوت عمده ای که وجود داره اینه که تایتل ها خیلی بزرگ شدن و بالاتر قرار گرفتن و در کنار اون یک فاصله خیلی خوبه با دیتاهایی که شما باهاش سر و کار دارید رعایت کردن. دقیقا مثل یه مجله، چجوری تایتل بالاتر و بزرگتر و درشت‌ترن و دیتاها یکم پایین‌تر و به صورت دسته‌بندی شده هستن، دقیقا همون شکلی. اما چرا این کار کرده؟ به خاطر اینکه دسته‌بندی دیتاها توی دسته‌های متفاوت و ایجاد فاصله بینشون باعث بازی چشم میشه. یعنی شما خیلی راحت میتونید هر دیتایی رو تو اون دسته‌بندی که هست پیدا بکنید. برای همینم هم تایتل خیلی بزرگتر شده، فاصله ها خیلی بیشتر شده و دیتاها توی دسته‌بندی های مشخصی قرار گرفتن. اما این ماجرا اینجا ختم نمیشه. با اینکه خیلی به نظر من این دسته‌بندی دیتاها و تایتل بزرگ کمک کرده که کاربرا راحت باشن، اما به نظر میاد که هواوی سعی کرده خیلی مدل آرتیستی و کانسپت دار بیاد به قضیه نگاه کنه و یکم متفاوت از بقیه UIایی که ما داریم توی بقیه نسخه ها میبینیم. مرسی از کافه سیتنگو که این محیط در اختیار ما قرار داد که بتونیم این برنامه رو برای شما ضبط بکنیم. ما لینک گوگل مپ و آدرس اینستاگرامشون رو توی توضیحات میذاریم که اگر خواستید خیلی راحت بتونید پیداشون بکنید. حالا چرا؟ برای که میاد حتی راجع به رنگ‌هایی که در این EMUI به کار برده هم توضیح میده و بیان میکنه که از یک کانسپتی کمک گرفته. در حالی که همه کمپانی‌ها میان میگن که ما از رنگ‌های پاستیلی ترند استفاده کردیم، در حالی که هواوی داره دقیقاً از همچین رنگ‌های استفاده می‌کنه، اما یک حرف دیگه می‌زنه. هواوی توی کنفرانس خودش میاد از فردی نام می‌بره به نام جورجیو موراندی. جورجیو موراندی یک آرتیست نام‌آشنای ایتالیاییه که تفاوتی که با بقیه آرتیست‌های زمان خودش داشته اینه که میاد خود از اسم‌های مختلف مثل کوبیسم و اینا فاصله می‌گیره و میاد اثرای خودش رو خلق می‌کنه. اثری که برخلاف دوران خودش پورتره هم نیستن.
اثرهایی از یک سری اشیاء بیجان خیلی ساده که در کنار همدیگه قرار گرفتن و رنگ‌های تندی هم ندارن. رنگ‌های خیلی خاکستری، رنگ‌های خیلی پاستیلی و بیرو و خیلی شیپ‌های ساده. اما شیپ‌های خیلی ساده‌ای که در کنار هم وقتی قرار می‌گیرن، یک مفهوم دیگه‌ای رو به ارمغان میارن. مفهوم مثل معماری‌های قرون وسطایی ایتالیایی و با چیدمان و کمپوزیسیون خیلی عمیق‌تر. من فکر می‌کنم که هاوه قصد داشته با اشاره کردن به این آرتیست بیاد در مورد این موضوع صحبت کنه که من با یک سری اجزای ساده، با یک سری اجزای خیلی ساده و با یک سری رنگ‌های خیلی خونسا شما رو به یک مفهوم عمیق‌تر و یک دنیای عمیق‌تر از رابطه کار بریم برم، چیزی که خیلی برای من جدید بود. در مورد دسکتاپش میتونم بگم که خب همون چیزی که روی دیفالت من خیلی باش راحت بودم به خاطر اینکه خیلی مشابه iOS، اما شما میتونید به راحتی توی تنظیمات تغییرش بدید اگر که دوست ندارید این مدل رو. همه چیز خیلی بزرگتر و به راحتی هم به نظر من دیده میشه. حالا اگر سفر بکشیم پایین میرسیم به نوتیفیکیشن سنتر. از نظر من کلا یکی از نقاط قوت کل اندروید نوتیفیکیشن سنترشه و کلا خیلی بهتر از iOS کار کرده و من همیشه تحسینش کردم. اما توی این مگزین استایل یا همون استایل مجله هواوی به نظر من خیلی خیلی بهتر هم کار شده. چرا؟ به خاطر همون قضیه فاصله هایی که بهتون گفتم. دسته‌بندی اطلاعات انگار سریع‌تر، بهتر، منظم‌تر و همه چیز خیلی قشنگ‌تر دیده میشه. و یه خورده هم انگار فونت‌ها بزرگ‌ترن. نوتیفا با یک کلیک روی آیکون باز میشن، بسته میشن و اگه تعداد نوتیفاتون زیاد بشه خیلی سریع با هم دیگه گروپ میشن و این کلا کار شما رو خیلی راحت می‌کنه و من فکر می‌کنم خیلی طراحی سریع و خوبی داره. بخش کنترل سنترش آیکون‌های دایره‌ای دارن و به راحتی هم قابل مدیریت کردنه. من فکر می‌کنم کلا چیز طراح‌تمیزی از آب در اومده. اما یکی از ایراداتی که می‌تونم بهش بگیرم به صورت کلی اینه که مثلا معلوم نیست شما به چه وای‌فای وصلین و یه سری لیبل‌ها کلا حذف شده. یعنی که نوشته زیر وای‌فای که شما به چه وای‌فای وصلی، به چه هات‌اسپاتی وصلی یا به چه بلوتوثی وصلی رو کلا حذف کردن و فقط شما آیکون رو می‌بینید. و برای اینکه بدونید که به چه وای‌فای وصلی یا بخواید مدیریتش بکنید، باید حتماً فشارش بدید و وارد اون صفحه بشید. خب این یکی از ایراداتیه که فکر می‌کنم توی اون حجمه‌ای که وای ما می‌خوایم مینیمال باشیم و همه چی به سمت مینیمالیستی بره اتفاق افتاده. و از نظرم یه خورده کاربری رو کم کرده. اگر بریم سراغ ستینگ این UI می‌بینیم که خب همون زبان طراحی قبلی توش تکرار شده، باز تایتل‌ها بزرگ، فاصله‌ها بهتره، هر دسته از زیتا توی فاصله مشخصی قرار گرفته و همه اینا عالیه. اما بازم مثل بقیه توسعه‌های اندروید من وقتی وارد صفحه‌های داخلی ستینگ می‌شدم هنوز برام گیج کننده بود و فکر می‌کنم که حجم خیلی زیادی دیتای نامتمرکز هست و همه چیزی خورده در هم ریخته و شلوغه. اگر مثل من گیج میشید میتونید از سرچ استفاده کنید و میبینید که توی همون ستینگ بخش دارک مود هم وجود داره که الان دیگه دارک مود تقریبا میشه گفت یه چیز خیلی عادی شده و همه گوشی‌ها دارن ازش استفاده میکنن. به صورت کلی میشه گفت که یو آی این گوشی روی دارک مودش هم بسیار عالی و خوب و تمیز از آب در اومده. و چون همه اپلیکیشن ها نسخه های دارک خودشون هم ارائه دادن، میشه گفت یک همگونی خیلی خوبی روی دارک مود این گوشی با بقیه اپلیکیشن های شما وجود داره. در مورد انیمیشن ها یک چیز خیلی جالبی که از نظر من وجود داره اینه که معمولا خیلی توجهمون بهش جلب نمیشه. توی همه نسخه ها، چه iOS باشه چه اندروید، من معمولا توجهم خیلی به انیمیشن جلب نمیشه، چون معمولا یه استانداردی وجود داره، این استاندارد هم داره خوب کار میکنه و به صورت کلی میشه گفت که همه گوشی ها یک استانداردی ازش رو دارن. اما توی این گوشی توجه ها رو داره به خودش جلب میکنه. مثلا من برام جالب بود چون به نظرم خود هم سریعتره، هم خیلی نرمتره، هم خیلی به فضای انسان نزدیکتره. و خودشون توی کنفرانسشون به این موضوع اشاره کردن که ما روی انیمیشن ها خیلی کار کردیم و اون رو به فضای چشم انسان نزدیکتر کردیم. به صورت کلی میشه گفت که سرعتش هم خیلی بالاست. حالا من دقیقاً چون بررسی نکردم علتشو نمیدونم، اما نرم بودن و سرعتش واقعا به نظر من مثال زدنیه. بزرگترین ایرادی که من به این نسخه میگیرم اینه که از باتم شیت زیادی داره استفاده میکنه. یعنی کلا دیگه سعی کرده که دیالوگو حذف کنه و به جای دیالوگ از باتم شیت استفاده بکنه و این خوبه، کلا خیلی هم به نظر من بهتره، راحت‌تره. به خاطر همین قضیه اسکرین های بزرگی که وجود داره، خب برای شما راحت‌تره که از باتم شیت استفاده کنید به جای نویگیشن. اما از طرف دیگه انگار حواسشون به این موضوع نبوده که خب وای شما دارید یک ادیتی رو در بالای صفحه انجام میدید و اصلا چشتون پایین صفحه رو نمیبینه و این اتفاقی که بارها و بارها برای من توی استفاده از این یو آی افتاد. به طور کلی میتونم بگم که این UI چیزی نداره که شما جمعه به درید فریاد بزنید وای عجب طراحی بی‌نظیری. اصلا همچه چیزی نیست. همه چیز خیلی دقیق و خوب طراحی شده. طراحی
خوب اتفاق افتاده، اما یه اتفاق نوآورانه و ویژو خلاقانه هم توش نیفتاده. اما از طرفی ایرادی هم نمیشه بهش گرفت، یعنی همه طراحی خیلی اصولی درست، فاصله ها خیلی عالی و انیمیشن ها خیلی نرم و اسموت طراحی شدن. بهترین بخشش از نظر من به صورت کلی نوتیفیکیشن سنتر، جستچر ها و نوت پدش بود. همه چیز خیلی قشنگ، زیبا، درست و بجا طراحی شده و به هیچ عنوان شما رو اذیت نخواهد کرد. هیچ چیزی نیست که توی چشم شما بزنه یا عادت‌های شما رو بخواد خدشه‌دار کنه. و این از نظر من به صورت کلی میشه گفت که المان‌های خوبی برای داشتن یک UI کامل و خوبه. اما بازم میگم منتظر یک اتفاق جدید توی این UI نباشید. مرسی از اینکه توی این برنامه همراه ما بودید. نظرتون راجع به EMUI چیه؟ اگر باهاش کار کردید، آیا دوستش داشتید و تجربه خوبی رو براتون داشته؟ حتما نظراتتون رو توی کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید. اگه دوست داشتید، لایک و سابسکرایب توی یوتیوب و آپارات فراموشتون نشه. میتونید با @بیونشاکت ما رو توی تمامی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و ما در ارتباط باشید.